سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه با شما خواهم بود با نگاهی به مهمترین تحولات داخلی و بین المللی. نخست به عملیات نظامی عربستان سعودی به مواضع شیعیان حوثی می‌پردازیم که پایان هفته گذشته بازتاب بسیاری در رسانه‌ها داشت. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به گفتگوهای اتمی تهران با قدرت‌های جهانی که هفته گذشته در لوزان سوئیس ادامه یافت. به سفرهای نوروزی می‌پردازیم و در پایان با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود با نگاهی بر آخرین تحولات این کشور. با ما همراه باشید. هواپیماهای جنگی عربستان سعودی چهارشنبه شب 5 فروردین ماه مجموعه حملاتی را علیه فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی یمن که در اختیار نیروهای حوثی است انجام دادند. این عملیات که طوفان کوبنده نام گرفته، از حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی آمریکا برخوردار است و به گفته عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا، ائتلافی از 10 کشور نیز از این عملیات پشتیبانی می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران از شیعیان حوثی حمایت می‌کند و مقامات عربستان سعودی که تصرف همسایه جنوبیشان را توسط یک جنبش شورشی تحمل نمی‌کنند، می‌گویند اجازه نخواهند داد ایران بذر منازعات فرقه‌ای را در منطقه بکارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بحران یمن میدان نبرد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی است. در نخستین ساعت بامداد امروز هواپیماهای عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت و عدن در جنوب یمن حمله کردند. حمله هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها با حمایت اطلاعاتی آمریکا همراه بوده است. این عملیات که طوفان قاطع نامیده شده در حالی شروع شده که روز گذشته اخباری مبنی بر تجمع نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین ارتش عربستان سعودی در مرز یمن منتشر شده بود. عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا در یک نشست خبری گفت عملیات هوایی آن کشور در یمن برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده آن به دست شورشیان حوثی آغاز شده است. به گفته این مقام عربستان سعودی، آن کشور به همراه ائتلافی که شامل نزدیک به 10 کشور است، قصد دارند جلوی پیشروی حوثی‌ها را بگیرند. همزمان در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از تصرف فرودگاه عدن توسط حوثی‌ها خبر دادند، برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش‌هایی از تصرف پایگاهی در 60 کیلومتری عدن جنوبی منتشر کردند. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفته است ما هر کاری می‌کنیم تا قدرت را به دولت مشروع یمن باز گردانیم. اشاره این مقام رسمی عربستان سعودی به دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن است که از صنعا پایتخت به عدن رفته بود. سازمان ملل متحد همچنان آقای هادی را به عنوان رئیس دولت یمن به رسمیت می شناسد. عادل الجبیر اشاره به نام دیگر کشورهایی که در ائتلاف برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده شرکت دارند نکرده، اما گفته است نیروهای نظامی آمریکا دخالتی در حملات هوایی ندارند. در این حال خبرگزاری فرانسه میگوید عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که میخواهند به درخواست رئیس جمهوری یمن پاسخ مثبت داده و از یمن و مردمش در برابر نظامیان حوثی دفاع کنند. مصر، سودان، اردن، مغرب و پاکستان نیز عربستان سعودی و متحدانش را در حمله به حوثی ها یاری می کنند. عربستان با اعلام کنترل آسمان و آبهای یمن به طور غیر مستقیم به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد از ارسال هواپیما و کشتی به یمن خودداری کند. کاخ سفید میگوید ایالات متحده از نزدیک با عربستان سعودی و قدرت‌های منطقه در عملیات نظامی آنها علیه شورشیان حوثی در یمن هماهنگ است و برای حمایت از همپیمانان و منافع خود از آنان حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی می‌کند. چند ساعت پس از اعلام خبر حمله به یمن توسط سفیر عربستان سعودی در آمریکا، برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه تدارک حمایت لوجستیک و اطلاعاتی از عملیات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را صادر کرده است.
از نخستین ساعت صبح امروز منابع خبری یمنی گزارش‌های ضد و نقیضی درباره کشته شدن شماری از رهبران برجسته حوثی‌ها در حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به صنعا منتشر کردند. بنابر گزارش العربیه، عبدالخالق حوثی، یوسف المدانی و الفیشی کشته و محمد علی الحوثی رئیس کمیته های انقلاب نیز به شدت زخمی شده است. در این عملیات 30 جنگنده پیشرفته اماراتی، 10 جنگنده قطری، 15 جنگنده از کویت، 15 جنگنده از بحرین، 15 جنگنده از اردن و 3 جنگنده از سودان و بیش از 100 هواپیمای جنگنده سعودی شرکت دارند. مصر نیز اعلام کرده با تمام قوای نظامیش از دولت مشروع یمن حمایت خواهد کرد. قاهره اعلام کرده که ناوگان دریایی و جنگنده های این کشور از ائتلاف کشورهای خلیج فارس علیه حوثی ها پشتیبانی می کند. فرماندهی مرکزی عملیات طوفان قاطع به همه کشتی ها هشدار داد که از نزدیک شدن به بنادر یمن خودداری کنند. منابع خبری می گویند اتاق عملیات مشترک حوثی ها در صنعا مورد هدف قرار گرفته و کاملا تخریب شده است. بنابر گزارش های منتشره، هدف عملیات طوفان قاطع از بین بردن امکانات نظامی تحت اختیار حوثی ها، نابودی پایگاه های فرماندهی آنان بوده است که با انجام عملیات هوایی امکان پذیر است. هنوز اخباری دال بر حضور سربازان عربستان سعودی در یمن منتشر نشده است. مقام های جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ششم فروردین ماه در محکومیت مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه از عربستان سعودی خواست که فوراً به عملیات نظامی خود در یمن پایان دهد. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز حملات هوایی عربستان به یمن را گامی خطرناک و مغایر با مسئولیت‌های بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی کشورها دانست. جمهوری اسلامی ایران عملیات نظامی عربستان در یمن را محکوم کرد. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حمله هوایی عربستان سعودی به یمن، اقدام ریاض را گامی خطرناک و مغایر با مسئولیت‌های بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی کشورها دانسته و گفته است توسل به عملیات نظامی علیه یمن که درگیر بحران داخلی و مقابله با تروریسم است، موجب گسترش دامنه بحران خواهد شد. وی خواستار توقف فوری حملات هوایی و سایر اقدامات جنگی علیه کشور و مردم یمن شده و هشدار داده است این تجاوز نتیجه جز گسترش تروریسم و افراطی‌گری نخواهد داشت و ناامنی را به کل منطقه تسری خواهد داد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری العالم خواستار توقف فوری عملیات نظامی عربستان در یمن شده و گفته است این عملیات منطقه را گرفتار تنش بیشتر خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه که به منظور دیدار و گفتگو با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و معاون وزارت خارجه روسیه و رایزنی با دیگر مقامات روسیه در مسکو به سر میبرد گفته است موضع ایران درباره حل مسائل یمن واگذاری امور به نمایندگان احزاب داخلی و پشتیبانی از یک پارچگی این کشور با تقویت گفتگوهای داخلی است. اما در تهران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عربستان سعودی هشدار داده است. علاءالدین بروجردی ضمن محکومیت حمله عربستان به یمن گفت این آتش افروزی بدون تردید پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد و با توجه به حساسیت‌های منطقه جهان اسلام در ابعاد گسترده‌ای دچار بحران می‌شود. آقای بروجردی گفته است اینکه عربستان آتش جنگ جدیدی در منطقه برافروخته نشان از بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی به مشکلات امت اسلامی است و دود این آتش به چشم خود عربستان خواهد رفت، چرا که جنگ همیشه محدود به یک نقطه باقی نمی ماند. جمهوری اسلامی ایران با مداخله مستقیم در یمن که مرز مشترکی با ایران ندارد تهدیدی جدی برای سعودی ها و کشورهای حوزه دریای سرخ و خلیج فارس به شمار می رود و به گفته ناظران کاملا آشکار است که این کشورها به ویژه سعودی ها دست روی دست نخواهند گذاشت تا یمن به دست شیعیان تندرو بیفتد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروهای مسلح و مردم یمن به دفاع از تمامیت ارضی کشور
ایشان خواهند پرداخت گفته است، امیدواریم که این عملیات نظامی هرچه سریع‌تر متوقف و مشکل یمن از طریق سیاسی حل شود. در روزهای اخیر در سطح بین‌المللی توجه بیشتری به نقش ایران در درگیری‌های داخلی در یمن نشان داده شده است. برخی از تحلیلگران ناآرامی‌ها و نبردها در یمن را نوعی جنگ نیابتی میان قدرت‌های منطقه می‌دانند، به ویژه میان ایران که حامی حوثی‌هاست و از سوی دیگر عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی گفته بود درگیری‌ها در یمن خطر شکل‌گیری یک جنگ نیابتی را افزایش داده است. هنوز خبری از واکنش عملی ایران در قبال حمله عربستان به مواضع حوثی‌ها منتشر نشده است، اما رسانه‌های ایرانی نزدیک به سپاه شواهدی از ارتباط نزدیک با حوثی‌ها به دست می‌دهند. منابع ایرانی از عملیات عربستان سعودی با عنوان تجاوز عربستان به خاک یمن نام می‌برند و حضور مشاوران سپاه در یمن و کمک‌های نظامی به حوثی‌ها را یاری رساندن به برادران انقلابی شیعه قلمداد می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است، در لحظات اولیه آغاز حمله عربستان به یمن، اولین موشک از استان سعده به سوی خاک عربستان شلیک شده است. علی العماد عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله در گفتگو با شبکه خبری المیادین تاکید کرده است ملت یمن برای رویارویی با تجاوزها با یکدیگر متحد می شوند و جنبش انصار الله آخرین تحولات را به دقت بررسی می کند. این در حالی است که حمله نظامی به یمن به تقاضای دولت قانونی یمن انجام شده است. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشته است عربستان سعودی با همکاری آمریکا، مصر، بحرین، امارات، قطر و کویت به یمن حمله کرده است. این خبرگزاری همچنین از همکاری پاکستان و ترکیه با ائتلاف به رهبری عربستان در حمله به یمن خبر داده است. به گزارش منابع ایرانی در حملات هوایی تاکنون 25 نفر کشته شدند. ایران از هفته گذشته یک خط هوایی فعال را میان تهران و صنعا به راه انداخته است که هدف آن انتقال مجروحان از یمن و انتقال کمک‌های بهداشتی و انسانی اعلام شده است. دو روز پیش عمر البشیر رئیس جمهوری سودان پس از سفری به ریاض و دریافت وعده‌های کمک‌های اقتصادی در یک چرخش آشکار دستور تعطیلی کلیه مراکز فرهنگی و مذهبی ایران و اخراج کارکنانش را صادر کرد. بشیر وعده داد از این پس اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به نشر فرهنگ شیعه در کشورش بپردازند. پنجشنبه ششم فروردین ماه بار دیگر محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونانشان در لوزان سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. منابع خبری به نقل از دیپلمات‌ها از احتمال دستیابی دو طرف به توافق تا سه‌شنبه آینده خبر دادند. در حالی که خبرها از قریب الوقوع بودن توافق اتمی میان تهران و جامعه جهانی حکایت دارد، برخی کشورها نسبت به ناکامی در دستیابی به توافق با ایران هشدار دادند و میگویند این مسئله به مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در خاورمیانه دامن خواهد زد. صبح امروز در لوزان سوئیس بار دیگر محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونانشان در برابر یکدیگر قرار گرفتند. گفته می شود در جلسه امروز بحث اصلی بر سر برطرف کردن آخرین اختلافات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بوده است. مذاکرات در حالی آغاز شد که مقام های رسمی آمریکایی اعلام کرده بودند حصول توافق هسته‌ای با ایران و خاتمه مذاکرات 10 ساله در دسترس است و آمریکا راه دستیابی به این توافق را پیش روی خود می بیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که جان کری را در سفرش به لوزان سوئیس همراهی می‌کند، به خبرنگاران گفته است آمریکا بر این باور است که می‌تواند تا روز 11 فروردین با ایران توافق کند. این مقام آمریکایی موعد 11 فروردین را موعدی حقیقی و مهم نامیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به نزدیک شدن به موعد مقرر دور تازه مذاکرات را بسیار حساس خوانده است. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. آقای هامون گفته است که همچنان مصر است که عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما باید چشم‌ها را به روی گزینه‌های دیگر نیز باز کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید عدم توافق به معنای آن خواهد بود
که هیچ محدودیتی متوجه غنی‌سازی، گسترش و آزمایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای خاورمیانه‌ای بی‌ثبات‌تر و احتمالاً آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در این منطقه خواهد بود. فیلیپ هامون در ادامه تأکید کرده که درها به روی حصول توافق باز است و ایران باید قدم پیش گذاشته و وارد شود. روز گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین از فهرستی از توافقات عینی خبر داد که قرار است در مذاکراتی که از امروز آغاز شده است بر سر آن توافق شود. مقام مورد استناد روزنامه گاردین گفته است که به احتمال زیاد بخش زیادی از آنچه که در مذاکرات این هفته به دست می آید تا زمان مشخص شدن نسخه نهایی راهکار جامع محرمانه باقی می ماند. روزنامه گاردین می نویسد یکی از احتمالات این است که یک بیانیه شامل اطلاعات مربوط به مذاکرات به گونه مبهم به صورت عمومی منتشر شود و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد آن در یک نشست پشت درهای بسته به کنگره ارائه دهد. بنابراین گزارش ظرفیت غنی‌سازی ایران، طول دوره اجرایی توافق، آینده راکتور آب سنگین عراق، وضعیت سایت فردو و همچنین زمانبندی لغو تحریم‌ها از مواردی است که انتظار می‌رود در توافق چارچوب مشخص شوند. بنابر گزارش گاردین، 5 به علاوه 1 همچنان در برابر خواسته ایران مبنی بر اینکه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در ابتدای روند لغو شوند، مقاومت می‌کند. اما توافقی عمومی وجود دارد که کاهش تحریم‌های اصلی اقتصادی و مالی باید در مراحل اولیه صورت گیرد تا مردم ایران به سرعت از اوایل توافق بهره مند شوند. مقام غربی مورد اشاره گاردین همچنین گفته است می‌خواهیم وقتی توافق شد به مردم ایران نشان دهیم که دارد نتیجه می‌دهد و راه را برای روابطی سازنده‌تر با بقیه جهان باز می‌کند. گاردین در پایان نوشته است پس از مخالفت‌های فرانسه که معتقد است آمریکا دارد برای توافق عجله می‌کند، واشنگتن به پاریس اطمینان داده که برای اینکه فقط ضرب العجل پایان ماه مارس محقق شود امتیاز نمی‌دهد. مقام ارشد اروپایی می‌گوید ما متحد هستیم حتی اگر در مورد برخی موضوعات موضع متفاوتی داشته باشیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته برای گفتگو درباره مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران تشکیل جلسه داد. جلسه ای که اعضای این شورا به جمهوری اسلامی هشدار دادند که باید درباره برنامه هسته‌ای‌اش تصمیمات سختی بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته برای گفتگو درباره مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران تشکیل جلسه داد. در جلسه دیروز کشورهای عمده غربی که در جریان مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران حضور دارند، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت پیشرفت در مذاکرات میان قدرت‌ها و ایران کافی نبوده است و اگر ایران واقعاً می‌خواهد اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند باید تصمیم‌های سخت لازم را بگیرد. فرانسوا دلاتره سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد همچنین گفت ما مصمم هستیم به یک توافق محکم دست یابیم که امکان تایید صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه اتمی ایران در دراز مدت را تضمین کند. نماینده بریتانیا هم گفت ایران باید انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. پیتر ویلسون گفت ایران در روزهای آینده باید تصمیم‌های سختی بگیرد. دیوید پرسمن معاون فرستادی آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت هنوز شکاف‌های قابل توجهی باقی است و تصمیم‌های سختی هست که باید در این مذاکرات گرفته شود. ما می‌کوشیم تا ببینیم آیا می‌توانیم تا پایان ماه مارس به یک چارچوب سیاسی که عناصر اصلی یک توافق جامع را تأمین می‌کند دست یابیم. ویتالی چورکین سفیر فرانسه در سازمان ملل هم در جلسه شورای امنیت گفت مسکو همچنان هرچه در توان دارد برای یافتن یک راه حل جامع و نهایی برای مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران و رفع تحریم‌های این کشور که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده انجام می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون بر اساس توافق مقدماتی ژنو که در پاییز 2013 به دست آمد، در حال مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 است. دو طرف در هفته‌های اخیر از پیشرفت‌های واقعی صحبت کردند که امیدها به حصول توافق را افزایش داده است. اما گزارش‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک حاکی است که چند اختلاف عمده میان دو طرف همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های غربی می‌گویند که یکی از این اختلاف‌ها درخواست ایران برای آزادی از هر گونه محدودیتی در زمینه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته است که اورانیوم را غنی می‌کند. مسئله دیگر به تحریم‌ها مربوط می‌شود. ایران می‌خواهد که کلیه تحریم‌های سازمان ملل بلافاصله پس از رسیدن به توافق لغو شود. ایران همچنین خواهان لغو فوری بیشتر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است. یک دیپلمات غربی اخیراً به خبرگزاری فرانسه گفته است ایران میگوید لغو فوری قطعنامه‌های سازمان ملل معامله را جوش خواهد داد، اما این دیپلمات گفت اصلاً امکان ندارد که ما در این زمینه کوتاه بیاییم. گفته می شود که در میان کشورهای غربی فرانسه به شدت با لغو فوری تحریم‌های شورای امنیت مخالف است. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 به بعد در ارتباط با برنامه اتمی ایران چند قطعنامه علیه این کشور صادر کرد. این قطعنامه‌ها عمدتاً بر جلوگیری از دسترسی ایران به مواد و فناوری‌های قابل استفاده در برنامه اتمی و موشکی تمرکز داشته است. تحریم‌های شورای امنیت به گزندگی تحریم‌های مستقل آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران نبوده، اما بر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار است که می‌گوید نمی‌تواند ثابت کند برنامه اتمی ایران صرفاً جنبه‌های صلح‌آمیز دارد. بنابراین لغو آنها به گزارش‌های تازه آژانس بستگی خواهد داشت. یوکیو آمانو، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت تحقیقات این سازمان در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران پیشرفت محدودی داشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز جمعه گذشته برای یک هفته معلق شده، اما در ادامه هفته جاری در سوئیس اثر گرفته خواهد شد. حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم ختم مادر آقای روحانی گمانه‌ها درباره حمایت آیت الله خامنه‌ای و محافظه‌کاران را از رئیس جمهور تقویت کرده و نشانه‌ای از حمایت سیاسی از او تلقی شده است. در حالی که دولت حسن روحانی درگیر مذاکرات پیچیده و حساس با آمریکا و طرف‌های غربی است، در فضای سیاسی داخلی ایران نشانه‌هایی از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و طیف‌های سیاسی رقیب با دولت روحانی به چشم می‌خورد. حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی که به خاطر درگذشت مادر آقای روحانی برگزار شده بود و ارسال موج بی سابقه ای از تسلیت ها به آقای روحانی نشانه ای از حمایت سیاسی از او تلقی شده است. حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم ترحیم مادر حسن روحانی رفتاری کم سابقه تلقی شده است. علی خامنه ای در دوران رهبری خود در مواقعی انگشت شمار در مجلس ترحیم برخی افراد حاضر بوده است. ماه گذشته وقتی اخباری مبنی بر حضور آقای خامنه ای در منزل محمود احمدی نژاد برای تسلیت گفتن به وی به دلیل مرگ مادرش منتشر شد، دفتر آقای خامنه ای آن را تکذیب کرد. در نشانهای دیگر برای حمایت در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال همدلی نامیده است، مجلسی است که طیف‌های غالباً منتقد آقای روحانی در قم سازمان دادند. مجلس بزرگداشت برای مادر آقای روحانی در قم با سفر او به قم همراه بوده است. در این مراسم که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جامعه مصطفی العالمیه و جمعی از نهادهای فرهنگی و حوزوی برگزار شد، شماری از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، هیئت دولت و جمعی از مقام‌های استانی نیز حضور داشتند. آقای روحانی عصر چهارشنبه برای شرکت در این مراسم وارد قم شد. خبرگزاری های ایران نوشتند که در این مراسم ناصر مکارم شیرازی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صبحانی، محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری، آیات امینی، سعیدی، شهرستانی، نماینده مراجع عظام تقلید، اعضای جامعه مدرسین، خبرگان رهبری، طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند. همزمان با این حمایت های نمادین
نهادین علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی در حمایت از تیم مذاکره کننده دولت، ضمن اشاره به اینکه مذاکرات در هر شکلی که پیش برود باید در چارچوب‌های ترسیمی از سوی رهبری باشد، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم مذاکره کنندگان ما در مسیر این چارچوب‌ها حرکت کردند. در واکنشی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه منتقدین مذاکرات هسته‌ای باید نقدهایشان را با حفظ منافع ملی مطرح کنند، گفت که میتوان دلواپس و نگران بود، اما این دلواپسی باید نسبت به رفتار غرب باشد، نباید به جبهه خودی سیلی زد و کسانی که سخت‌ترین کار را در تاریخ ایران انجام می‌دهند تضعیف کنیم. کاظم جلالی در گفتگو با ایسنا گفته است در یک مسئله ملی مثل موضوع هسته‌ای کسانی که نقد دارند هم باید با دقت و حفظ منافع ملی نقدهای خود را مطرح کنند. رئیس فرکسیون رهروان ولایت مجلس همچنین با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای کار دشواری است و تیم مذاکره کننده از آبرو و توانمندی خودشان در مذاکرات استفاده می‌کنند افسود: به هر حال مذاکرات به راحتی قابل انجام نیست و همه می‌دانند که این مذاکرات می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد یا به سمت نتایج منفی برود، اما آنچه اهمیت دارد این است که نباید مذاکره کنندگان را تضعیف کرد. اما تعطیلات عید نوروز برای ایرانیان ایام مسافرت است. گفته شده امسال قریب 10 میلیون ایرانی به سفرهای نوروزی رفتند. سوای واقعی یا غیر واقعی بودن آمارها و وضعیت اقتصادی، دید و بازدیدهای نوروز همیشه رونق داشته است. آمارهای پراکنده منتشر شده در ایران افزایش مسافرت‌های نوروزی امسال نسبت به سال‌های گذشته را تایید می‌کند. بنابر این آمارها حداقل 10 میلیون ایرانی در روزهای پایانی سال 93 و روزهای نخست سال 94 برای مسافرت استانهای محل سکونت خود را ترک کردند. همچنین مقام‌های سازمان میراث فرهنگی از افزایش بازدید مردم از بناهای تاریخی ایران خبر دادند. امسال صدا و سیما به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه از پخش برنامه‌های سرگرم کننده در رادیو و تلویزیون خودداری کرده است و میزان عزاداری در برنامه‌های تلویزیون افزایش یافته است و به نظر می‌رسد افزایش برنامه‌های دولتی عزاداری در تهران و شهرهای بزرگ با خروج مردم از شهرها همزمان بوده است. بنابر آمار اعلام شده تا پایان اسفند حدود 4 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی و مشهد سفر کردند. همچنین تا پایان روز دوم فروردین ماه 1394 بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر گردشگر وارد استان اصفهان شدند. فریدون اللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفته است بیش از 300 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان بازدید کردند. مقام‌های استان گیلان نیز از افزایش 12% مسافران به استان و افزایش اقامت در استان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها در فاصله 27 تا 29 اسفند ماه سال 93 تعداد 872596 مسافر وارد استان گیلان شدند. این مقام محلی از افزایش 13% ورودی زمینی و هوایی مسافران نوروزی به گیلان خبر داده و گفته است با افزایش 4.5% اقامت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم. با وجود افزایش مسافرت‌ها، هتلداران چندان راضی نیستند. بنابر گزارش‌ها، مردم ترجیح داده‌اند به جای اقامت در هتل‌هایی که با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، در خانه‌های اجاره‌ای به سر ببرند. مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس، از افزایش 10% ظرفیت اسکان مسافران نوروزی این استان خبر داد و در عین حال گفت: بیش از 1/4 ظرفیت هتل‌های فارس خالی است. این مقام استان فارس گفته است امسال تمایل مردم به استفاده از مکان‌های اسکان ارزان قیمت افزایش یافته است. به گفته این مقام‌ها این امر باعث شده ظرفیت اشغال هتل‌ها پایین بیاید. این در حالی است که پارسال بالغ بر 90% ظرفیت هتل‌های این استان پر بود.
آقای امیری همچنین به افزایش 28% بازدید مسافران نوروزی از اماکن تاریخی و گردشگری فارس اشاره کرده و گفته است از 25 اسفند پارسال تا اول فروردین امسال 224,811 نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 28% دارد. به گفته وی، حافظیه با 98,352 بازدید کننده در رتبه نخست و بعد از آن مجموعه سعدی با 30,531 بازدید کننده و تخت جمشید با 29,289 بازدید کننده در رتبه های بعدی قرار دارند. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات این کشور در هفته گذشته. بهار با رویدادهای شاد و بعضن تلخ در ترکیه و منطقه آغاز شد. هرچقدر پیام نوروزی اوجالان و همایش چند صد هزار نفری کوردها در دیاربکر شاد و امیدبخش و با سرور و ترنم بود، کمیان سوتر در سوریه جشن نوروز نه با سرور که با سوگ همراه شد. حمله وحشیانه گروه تروریستی داعش به زنان و کودکان بیگناه کرد که از پس سالها و ماها رنج و مصیبت تنها به بهانه جشن نوروز تصمیم داشتن دمی بیاسایان به ماتم تبدیل شد. به نظر میرسه داعش نه تنها با انسانیت که با کلیت تاریخ و فرهنگ انسانی نیز به ستیزه برآمده. اما در عراق نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در مصاحبه‌ای که با روزنامه ترکیه طرف داشته گفته ترکیه میتونه با هماهنگی دولت مرکزی عراق در عملیات آزادسازی موسل شرکت کنه. او گفته چه کردها و چه نیروهای نظامی شیعی اگر هر یک به تنهایی برای آزادسازی موسل اقدام بکنن این مسئله موجب تشدید درگیری‌های قومی در عراق میشه. از این رو برای جلوگیری از این تنش‌ها باید ارتش عراق با همکاری نیروهای سنی اقدام به این کار بکنه و ترکیه هم میتونه در این زمینه مشارکت بکنه. خبر دیگه در مورد رویدادهای منطقه این که ترکیه از انجام عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت کرد. دو کشور در مورد رویدادهای یمن، عراق و سوریه و گسترش نفوذ ایران و گروه‌های شیعی نگرانی‌های مشترکی دارند. اما به خود ترکیه برگردیم. نخواستن که شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در ترکیه جان 30 نفر رو در این کشور تا کنون گرفته. این بدان معناست که به ویژه در آستانه بهار و نوروز هموطنان ما در سفر به ترکیه باید مراقبت‌های ویژه رو حتما مد نظر داشته باشن. رویداد مهم این هفته در ترکیه مسئله بعد هستش، یعنی تنش لفظی کم سابقه و اختلاف نظر میان اعضای دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، آن هم بر سر مسئله صلح با کردها. تیتر بسیاری از روزنامه‌های این کشور در هفته اخیر همین موضوع بود. مسئله از آنجا ناشی میشه که در روند مذاکرات صلح یکی از خواسته های کردها تشکیل هیئت نظارت بر مذاکرات بوده. حالا این هیئت نظارت با تلاش حزب کردی HDP تشکیل شده. اعضای دولت هم با این موضوع موافقن، اما اردوغان گفته وجود این هیئت لزومی نداره. تنش لفظی تا جایی در این هفته بالا گرفت که بولند رینچ معاون نخست وزیر از دخالت رئیس جمهور در امور دولت انتقاد کرد. مقام ریاست جمهوری میدونیم در ترکیه یک مقام تشریفاتی هستش، اما آقای اردوغان تصمیم داره نظام سیاسی در این کشور رو به ریاستی تبدیل کنه تا رئیس جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار باشه. از سوی دیگه هواداران آقای اردوغان از جمله شهردار آنکارا به شدت بولند رینچ رو محکوم کرده و حتی او رو منتسب به جماعت گولن کرده. واقعیت اینه که در ترکیه هم این داستان جماعت گولن شبیه اتهام جریان فتنه در ایران شده. برای حذف فوری و محکوم کردن یک نفر کافیه به او تیتر هواداری از گولن رو بدن. با این همه باید گفت که در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه این تنش‌ها و درگیری‌های لفظی نه تنها میتونه مذاکرات صلح رو تهدید بکنه، بالاتر از اون شاید اندک اندک فضای انشقاق رو در حزب یک دست و پرقدرت عدالت و توسعه ایجاد بکنه، موضوعی که در طی 13 سال زمامداری این حزب کم سابقه بوده.
بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو میتوانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درود دیگر، بدرود.